سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانتون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خوش آمدین و من مثل همیشه سپاسگزار تک تک شما اعضای محترم کانال هستم. ببینیم چه خبر از سر انرژی های شما عزیزان، و اولین کارتی که با شما همراهی میکنه از نظر هیجانی ببینیم چه کارتی هست. مثل هر روز نگاه میکنیم، خوشحال هستیم، یعنی به راضی هستم، راضی هستم، منم راضی هستم به رضای شما. خب و اما ببینیم که کارت بعدی در ارتباط با دیگران چه حس و حالی نسبت به شما دارن. ببینیم چه خبر است. دیگران نسبت به شما نگاه منتقدانه دارن. حالا امیدوارم که انتقاد خوب باشه و سازنده باشه و نه اینکه انتقاد برای انتقاد باشه. خب از کارت های سبز استفاده میکنم مثل همیشه. ببینیم با هم دیگه کارت های سبز بهتون چی میگن. یک کارت اینجا افتاد. واو، کارت بسیار عالی. حرف از دوستان عزیز آرامش برای شما میذاره. ببینید این کارت، کارت یا اینکه واقعا یک دوره احساسی قشنگ زیبا پیش روی شما داره باز میشه. اینجا احساسات زیبا، حس قشنگی دارم براتون میبینم و اینجا به هر حال یا شروع واقعا یک پروژه خیلی خوب که حال دلتون رو خوب میکنه، ترمیم قلبتون، برگشت آرامش روحی در زندگیتون، همه این چیزها امکانش هست دوستان. خب ببینیم با هم دیگه کارت‌های بعدی رو. من از کارت‌های دیگه استفاده می‌کنم. ببینیم این کارت‌ها بهتون چی میگن. خب این کارت حرف از آرامش باس می‌زنه. حرف از صبوری، آرامش، تلاش، میانه روی کردن. و ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. و اینجا دارم میبینم که بله، ببینید دوستان عزیز تلاش میکنین برای خودتون نفر اول زندگیتون هستین. خیلی خوب، برگشت آرامش، برگشت پروژه هایی که روی خودتون متمرکز باشین دوستان. حتی اگر یک مسئله احساسی هم اگر باشه، مسئله احساسی که حال منو خوب کنه، نمیخوام یه مسئله احساسی باشه همینجوری. و ببینیم آخرین کارت بهتون چی میگه. کارت بعدی بهتون میگه وقت رفتن است. اوکی؟ وقت رفتن است و ترک کردن است. یک چیزی رو دارین ترک میکنین دوستان. دارین میرین به سمت یک دوره جدید که این میون داره باز میشه پیش روی شما. و دوره هست که در اون خیلی از مسائل بیشتر در نرمش، در مسائل بسیار خوب هستن و اینکه حال شما رو خوب میکنه. خب حالا ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی چه چیزی هستن؟ من از دست کارت های این دست کارت ها استفاده میکنم و ازشون کم برای خواندن انرژی های برجسته شما استفاده میکنم. ببینیم که چه حرفی میزنن این دست کارت ها به شما. ببینیم انرژی که با شما همراهی میکنه عزیزان دل جان گرفتن هست، یک جان دیگه گرفتن. ببینیم پرورش شما، حال خوب شما که داره به تدریج بهتر میشه. خب انرژی مثبتی که به سمتتون داره میاد حرف از شانس میزنه، بخت و اقبال میزنه، سرنوشت با شما یار هستش، مسائل دارن حرکت میکنن در زندگیتون و انرژی این انرژی که مثبتی که به سمتتون میاد این چالش شما هست. چالش شما این هستش که حرف از پیام میزنه، پیامات رو خوب بخونید، خوب دریافت کنید، خوب لابلای اون خطا رو خوب بخونید دوستان. اوکی؟ ممکنه پیامی به سمت شما بیاد که باید روی اون با دقت عمل کنید، نه اینکه از سر هیجان عمل کنید. و چالش شما عزیزان دل، چالش توصیه شما شهره. نظور این هستش که توصیه که بهتون میکنه به نظر من این هستش که برین بیرون،
برین بیرون و اینکه خودتون رو در روی خودتون نبندین دوستان. خب دوستان ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه. من از دست کارت های این دست کارت ها استفاده میکنم و ببینیم با هم دیگه انرژی هایی که با شما یاران همراهی میکنه چه چیزی هست. در ابعاد مختلف زندگیتون از انرژی احساسی براتون شروع میکنم. حرف از آزادی میزن، میگه خودت رو آزاد کن. ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. و اینکه در مورد مسائل احساسی بهتون میگه که یه سریاتون دوستان عزیز خودتون رو دارین آزاد میکنین از چه شرایطی، از شرایطی که درون احساس میکنین که امیدی وجود نداره. خودتون رو رها میکنین از شرایطی که به در یک بنبست بهش رسیدین. و اینجا یه کارت، دو تا کارت آرکان ماژور و اینجا کائنات در کنار شما هستن. فصل جدیدی از زندگی شما پیش روی شما داره باز میشه، فصلی که در اون روی خودتون برای خودتون دارم میبینم که در زندگی احساسیتون به خودتون توجه میکنین دوستان. دوره‌ای که در اون هم دارم میبینم که قدرت دارین و هم خودتون رو آزاد میکنین و همین که موفقیت هایی از آن شما خواهد بود. من احساس میکنم برای یک سری ملاقات های زیادی ممکن هست وجود داشته باشه. ببینین دوستان در ارتباط با مسائل کاری شما، کاری، اداری، سازمانی، هر چیزی که میخواین توش بذارین، دارم میبینم که قسمتون رو جهز کنین که اونجایی که باید سرمایه گذاری کنین متوجه شدن در همه جبه ها نمیتونین باشین. یک سریاتون تلاشتون خیلی زیاده و احتیاج به یک مقدار استراحت دارین و تفکر دوستان. و کارت بعدی حرف از این میزنه که موفقیت از آن شما خواهد بود. خب یک سریاتون دوستان توجه کنین، خیلی تلاش دارین میکنین در زندگیتون، از 7 دارین میرسین به 8. دو تا کارتی که پشت سر هم هستش، تلاش های شما نتیجه بخش خواهند شد. ولی اینجا این میون شما هم هستین که اینجا خدا رو شکر دیدم که دارین یک شرایط رو ترک میکنین و اینکه به خودتون میرسین. در ارتباط با مسائل مادی شما ببینیم چه خبر هست. بهتون میگه که خواب های شما به رویاهای شما به حقیقت میپیونده. کارت بعدی دوستان دارم میبینم که برای یک سریاتون دوستان عزیز در راه معنویاتتون دارین خرج میکنه. برای یک سریات دیگه دوستان توجه کنین، به خاطر معنویاتی که شما دارین مادیات شما هم داره درست میشه. شما راهنما شده هستین دوستان. ببینیم کارت بعد که افتاد اینجا و اینکه دارم میبینم که یک گشایشی در زندگی شما داره ایجاد میشه و به سمت موفقیت رفتن پشت این کارت ها براتون افتاده. در ارتباط با مسائل مادی یک مسئولیتی داره برداشته میشه بر شما، یک گرهی داره از کارهای مادی شما باز میشه. خب دوستان حالا ببینیم با هم دیگه در ارتباط با احساسات شما چه کارتایی با شما یاری میکنند، همراهی میکنند، نه یاری میکنند. ببینیم کارت اولین کارت چیه. خب اینجا حرف از ازدواج میزنه و کارت بعدی میگه که بذار مسائل از کنترلت خارج بشه. به صورت ببینید خیلی خودجوش اینجا من دارم میبینم که ببینید عزیزان دل، حالا یک سری از شما روی یک ازدواجی هستین و اینکه خیلی مته به خشخاش میزنین و اینکه میذارین هرچه بادا باد، ببینیم سرنوشت چه پیش خواهد آورد. دوستان دیگه ای هستن که در یک رابطه دارین وارد میشین که به صورت خودجوش این رابطه داره به سمت یک رابطه مهمتر داره حرکت میکنه. خب حالا ببینیم با هم دیگه از کارت های باز هم احساس شما دوست عزیز محترمی که دارین نگاه میکنین، یین مقدس از کارت های شما استفاده میکنم ببینم که در چه حس و حالی تشریف دارین. یک کارت افتاد، یک کارت دیگه هم بردارم، دوتا کارت اینجا. کارت اول میگه که من تفاوت هامون رو با هم دیگه میپذیرم و من میپذیرم که تو یک نگاه مخالف من داشته باشه. کارت بعدی بهتون میگه که من همیشه تحت تاثیر زیبایی و جذابیت تو هستم و من نمیتونم تو رو فراموش کنم. خب ببینید دوستان یه سریاتون دارم میبینم که روی خودتون متمرکز هست. این کارتی که اینجا هستش میانه روی میکنین، هر کاری که میکنین انجام میدین. و اینکه حالا یک مسئله یا یک شخصی هست که شما همیشه در ذهن دارین این شخص رو و روی آرامش خودتون دارین کار میکنه. اگر که سخت بوده شرایطتون دارم اینا الان با خودتون به یک
اوکی رسیدیم، من اوکی هستم با این شرایط، برای من مهم نیستش باشه باشه نباشم، عشقش در دل من هست. یا اینکه در ارتباط با یک مسئله‌ای که شما رو جذب کرده و اینکه احتیاج به زمان دارین که بخواییم به اون برسین، دارم میبینم که با بردباری و صبوری و انعطاف پذیری دارین جلو میرین. خب و ببینیم با همدیگه یانگ موتوری، حالا برای یه سریال یانگ شطوری دوستان، ببینیم چقدر در چه انرژی هایی هست. یانگ اومد برگرده، برنگشت یکی دیگه برگشت اینجا. خب ببینیم کارت بعدی رو، با بام با کارت بعد میگه که من تو رو نگاه میکنم، چیزی نمیگم و یه چیزی رو از تو خواهیم کردم و اون عشقم هست. خودخواه یا مغرور میگه که من نمیتونم خودم رو تحت سوال بذارم و من احساس میکنم که تو منو بیارزش کردی. اوکی؟ پس اینجا دارم میبینم که دوستان عزیز شخصی هست که به خاطر غرورش احساساتش رو زیر پا داره لوله برده میکنه. این دیگه ازش دیگه احتیاج نداره که کسی بیاد به قول معروف دشمنش باشه، این خودش دشمن اصلی خودش هستش. ببینین غرورش غروری هستش که بالاتر و بزرگتر از برج ایفل. برج ایفل جای این شخص باید سجده کنه. خب این چیزی بود که در مورد این شخص حضرت دیو میتونستم بهتون بگم و ما بریم ببینیم که در ارتباط با پیام این شخص مورد نظر شما برای شما چه چیزی هست، چه پیام برای شما داره. اینی که برگشته رو نگاه میکنم میگه که من در سراب هستم و در من در حال حاضر در انکار هستم. برای که باید این شرط اینجوری زندگی کنم و زمان چشمم رو باز خواهم کرد که موقعش برسه. بنابراین همه چیز تغییر خواهد کرد. من همیشه کور نخواهم ماند و اینکه دیرتر فقط یا بعداً فقط تو رو خواهم دید. بزک نمیر، بهار میاد، همه چیز یه باره با هم یک جا میاد. خب و اما میریم سراغ نیت شما. نیت کنین دوستان تا من یک کارت براتون بکشم. اگر فکر میکنین این فرصت برای شما کافی نیست، میتونین روی ایس بذارین، نیت کنین و اینکه کارت مورد نظرتون رو فرحال نگاه کنین. خب کارت افتاده که کارتی هستش میانه دوستان. از نظر احساسی متوسط هست، از نظر مادی خیلی متوسط هست، شغلی خوب هست، سلامتی متوسط هست و معنویات خوب هستش. ببین دوستان خیلی چیزای مخفی ایمیوم احساس میکنم وجود داره. اوکی؟ آیا من یک کارت براتون میکشم در ارتباط با توصیه این کارت ها یا نه؟ من یک دو تا کارت تاروت براتون میکشم ببینیم تاروت بهتون چی میگه در این ارتباط. یک کارت تاروت افتاد، میگه چشماتون رو باز کنین. اونجایی که احساس میکنین که چیزی مخفی شده از شما، چشتون رو باز کنید. و اینکه اینجا هم که حرف از حاجت روایی براتون میزنه، یعنی که میگه که مسائل درست خواهند شد، به اون چیزی که میخواین خواهید رسید اگر که مسائل منطقی ببینید و نه اینکه ترس رو به دل خودتون راه بدین و نه اینکه خودتون رو در یک سراب بذارید. خب نوبتی هم که باشه میریم نوبت پیام فرشتگان عزیزتون عزیزمون، ببینیم پیامشون قشنگه یا اینکه دو مرتبه دارن حرفای زور میزنن به آدم. ببینیم پیامشون چی هستش. میگه که به خودت اعتماد داشته باش، تو شخص خیلی مهمی هستی، بنابراین یاد بگیر که به خودت اعتماد داشته باشی. تو بهتر از هر کسی میشناسی که چه چیزی به درد تو میخوره و چه چیزی رو و چه اون چیزی که از ته دلت میخوای برای رسیدنش بهش دست یافتنی هست. من به تو باور دارم، بنابراین دوست دارم که تو هم بتونی همچون کار رو بکنی. با خودت مهربان باش و صبور باش و درک کن و یادت بیاد که همیشه تو بهترین دوست خودت هستی. این واقعا گل گفت، واقعا گل گفت. و ببینیم که عزیزان از دست رفتمون چی بهتون میگن.
بله من حالم خوبه. این که تو از من سوال میپرسی و حال من برات مهم هستش، حال منو خوب میکنه. من حالم خوب هستش، اونجایی که هستم و درک کردم که این زندگی دنیوی رو ترک کردم و در معنویات پیشرفت میکنم. من با شما هستم از طریق فکر. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش عزیزان دل، و تا فال دیگه خدا نگهدار.